دوستان گرامی، سروران عالی قدر، موجب کمال افتخار بنده است که شرف حضور در این انجمن دانش و فرهنگ را حاصل کردم و هرچند که همسر ارجمندم در کنارم نیست، اما یقین دارم که او که از بنیادگذاران انجمن مطالعات بهایی در اروپای فرانسه زبان بود و به دانش و فرهنگ عشق می‌ورزید، برای موفقیت انجمن ما در ملکوت ابها دعا می‌کند. طرح موضوع مدنیت جهانی آینده در انجمنی که موضوع اصلی آن طبیعت دوگانه انسان است شاید غریب نماید، اما بیانات عمیق و روح بخش جناب هوپر دانبار در جلسه دیشب معلوم داشت که انسان به اراده خیر ممتاز است، و چنان که حضرت زردشت حدود 2600 یا 700 سال پیش فرموده بودند، انسان می تواند با پراکندن نیکی و روشنی در جهان به یاری طبیعت الهی خود جهان را بهشت برین کند، و البته هر انسانی در نشر خوبی در برابر تاریخ مسئول است، و اگر به زبان سعدی سخنگوییم می توانیم ندا برآورد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. به زبان روشنتر، انسان قادر است که با ترویج فرهنگ صلح، با بست تعلیم و تربیت برای صلح، با تجلیل از زیبایی و هنر به هم و تجلی آن در همه جنبه‌های زندگی، با تقویت استعداد دیگر دوستی، با تأسیس اقتصادی معطوف به تعدیل معیشت همگان، با ایجاد نظامی سیاسی که مروج عدالت و خردمندی در سراسر جهان باشد، از ورطه کنونی ستیز میان تمدن‌ها به قول ساموئل هانتینگتون بیرون آید و به تمدن هماهنگی و وحدت جهانی رویاور شود، یعنی ملکوت الله را بر زمین خاکی مستقر سازد. به قول شاعر، هل عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان وحدت بکند خدا خدایی. حال به موضوع اصلی خود برگردیم. موضوع عرایض بنده طرح مدنیت جهانی آینده در کتاب مستطاب اقدس است. همه شما می دانید که کتاب اقدس اعظم کتب امر بهایی، ام الکتاب ظهور جدید است. اغلب ما ایرانیان کتاب اقدس را فقط گنجینه حدود و احکام می دانیم به فرموده جناب شاخاوری، یا مخزن احکام و شریعت ربانیه بناب توقیع مبارک قرن بدی حضرت ولی عزیز امرالله، در حالی که به فرموده حضرت ولی امرالله در همون توقیع قرن بدی، کتاب اقدس هم منشور نظم بدیع حضرت بهاءالله است و هم منشور مدنیت جهانی آینده. نظم بدیع متکی است بر مؤسساتی نظیر مؤسسه ولایت، بیت ولد اعظم، مشغول اذکار، حقوق الله، میثاق حضرت بهاءالله، و خود نظم بدیع حکم تکیگاه و زیربنای مدنیت آینده را دارد. حضرت بهاءالله تنها واضع یک شریعت جدید نیستند، بلکه در درجه اول بنیادگذار نظم بدیع و مدنیت جدیدی هستند، چنان که مثلا در قانون اساسی بیت ولد اعظم آمده، که کلماتی از او، عباراتی از اون رو در اینجا حضورتون
نقل میکنم. در قانون اساسی بیت الله اعظم آمده حضرت بهاءالله مصدر وحی الهی در این دور افخم و مطلع امر و منشأ عدل و رافع صلح اعظم و بانی نظم بدی در انجمن بنی آدم و منبع الهام و واضع اساس مدنیت الهیه در عالم و مؤلف قلوب و محیی امم و داور کردگار و شارع امر پروردگار، استقرار ملکوت الله را در بسیط قبرا اعلان و حدود و احکامش را نازل و اصولش را معین و مؤسساتش را ایجاد فرمود. دیانت بهایی اول آیینی است که موضوع تمدن و تمدن حقیقی را مطرح کرده است. اگر به کتب مقدسه ادیان سابقه نظر بفرمایید، می‌بینید که تنها به نقد تمدن گذشته با اشاراتی اکتفا شده. مثلا در قرآن مجید بسیاری از آداب و رسوم جاهلیت، عهد جاهلیت محکوم شده. ولی در آثار بهایی فقط رد یا نقد تمدن قبلی مطرح نیست، بلکه علاوه بر این دیانت بهایی موضع‌گیری یا به قول امروزی ها روی کردی خاص نسبت به تمدن غالب یعنی تمدن غربی دارد. حضرت بهاءالله تمدن غرب رو از بعضی جهات ستودند، مثلا از جهت ترویج علم و صنعت، ترویج دموکراسی، آزادی بردگان و بندگان، و از جهاتی نیز نکوهیدند، چون عدم تعادل بین مادیات و روحانیات، مصرفگرایی مفرد، تمایل به سلطه نظامی، اختراع آلات جهنمی. هم حضرت بهاءالله هم حضرت عبدالبها و بعد حضرت ولی عزیز امرالله ملاک‌های مطلوبیت یک تمدن رو مشخص فرمودند، یعنی تمدن حقیقی چه اوصافی دارد. تمدن حقیقی تمدنی است که مقرون است به اعتدال، مقرون است به صلح بین المللی، مقرون است به عدالت و نظائر. دو سه عبارت از نصوص مبارکه مناسب حال و مقال است. حضرت ولی عزیز امرالله در نظم جهانی بهایی که به ترجمه استادانه جناب هوشمند فتح اعظم رسیده در صفحه 8 می‌فرمایند الواح وصایا توأم با کتاب اقدس به منزله گنجینه گرانبهایی است که عناصر بی‌نظیر مدنیت الهیه را که تأسیسش مقصد اصلی دیانت بهایی است در بر دارد. و در مورد مشخصات یک تمدن حقیقی که لزوماً با تمدن غربی یکی نیست، زیرا می‌دانید در رساله مدنیه حضرت عبدالبها به وصف تمدن حقیقی پرداختن و می‌فرمایند تمدن حقیقی تمدنی است که در او صلح بین المللی مستقر می‌شود. حضرت بهاءالله در الواح نازله بعد از کتاب اقدس که بعد به آن اشارت خواهیم کرد، از یه جهت فرمودن قدر علم و صنعت رو که مانند نهر از بحر غرب جاری است باید دانست و شرط انصاف است که از این تمدن علمی و صنعتی بهره مند بشویم. و حضرت
عبدالبها در رساله مدنیه مشخص فرمودند که این پیشرفت علمی و صنعتی محصول مشارکت همه ملل است. بنابراین اقتباس تمدن غرب نباید برای ما یک عقده غرب زدگی ایجاد بکنه، زیرا همه تمدن ها در ساختن تمدنی که امروز به نام تمدن غرب نامیده می شود مشارکت داشته. حضرت بهاءالله، همه شما می دانید، در وصف تمدن غرب بعد از ستایشش می فرمایند: به راستی می گویم هر امری از امور اعتدالش محبوب، چون تجاوز نماید سبب زور گردد. در تمدن اهل غرب ملاحظه نمایید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنمیه به میان آمده و در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که شبه آن را چشم عالم و آذان امم نه دیده و نه شنیده. اصلاح این مفاسد قویه قاهره ممکن نه مگر به اتحاد احزاب عالم در امور و یا در مذهبی از مذاهب. بشنوید ندای مظلوم را و به صلح اکبر تمسک نمایید. بعد نمونه های دیگر رو خدمتتون مطرح نمی کنم، به رعایت این که شاید وقت ما از این بابت کفایت نکنه. مقصدم این بود که در آثار بهایی مسئله تمدن و مشخصات تمدن مطلوب و مشخصات تمدن نامطلوب به عنوان یک مبحث مستقل مطرح شده است. بنده نمونه هایی رو از آثار حضرت ولی امرالله اینجا یادداشت کردم که فقط به یکیش اکتفا می کنم، در همون توقیع نظم جهانی بهایی صفحه 101 می فرمایند: امر حضرت بهاءالله که مقصد اقصایش اتحاد سوری و معنوی اقوام و ملل عالم است، آغاز دوران بلوغ نوع بشر محسوب می گردد. آیین بهایی را باید مظهر آخرین و عالی ترین مرحله تکامل عظیم حیات اجتماعی بشری در کره زمین دانست. پیدایش یک جامعه جهانی، اعتقاد وجدانی به یک وطن بودن عالم و تأسیس مدنیت و فرهنگ جهانی که باید با اولین مراحل عصر ذهبی دور بهایی مقارن باشد، هرچند از لحاظ اجتماعی بالاترین حد پیشرفت در سازمان یافتن جامعه بشری محسوب می شود، اما یقیناً ترقی بشر از لحاظ انفرادی بر اثر تحقق آن جامعه جهانی متوقف نخواهد شد و الی غیر نهایه به پیشرفت و تقدم ادامه خواهد داد. یعنی در حقیقت حضرت بهاءالله کاملترین، عالیترین، والاترین نمونه تمدن بشری رو که مقرون به وحدت عالم انسانی است بر این کره خاکی مستقر خواهند فرمود، ولی ترقی اخلاقی و روحی افراد الی الابد ادامه خواهد داشت در ظل ظهورات آینده. خطوط اصلی تمدن آینده به اعتقاد بنده در کتاب مستطاب اقدس ترسیم شده و احکام کتاب اقدس در ارتباط با این خطوط کلی تمدنی هستند. عرض کردم ما چون از یک جامعه شریعت مآب بیرون آمده ایم، همیشه تأکیدمون بر روی قوانین شرع است و با اجازه شما بنده میخواهم یک سوی دیگر سکه رو با شما مطرح بکنم و اونی است که کتاب اقدس در درجه اول
بیان خطوط اصلی تمدن آینده است. بعدی با یک استقراء سریع 28 خصیصه یا مشخصه تمدن آینده را در کتاب اقدس به نظرم رسید که یادداشت کنم. و تمام احکام کتاب مستطاب اقدس در حقیقت در ارتباط با این خطوط کلی تمدنی آینده هستند. حالا نمونه از این خطوط و نمونه از اون احکام، نمونه از این اصول و نمونه از اون حدود رو خدمتتون عرضه می‌دارم. مثلا از جمله خصوصیات تمدن آینده اگر به کتاب مستطاب اقدس نظر کنیم، دوستی و برادری جهانی است، احترام به حیات است، احترام به شخصیت و کرامت انسان هاست، احترام به حقوق بشر است، گرامی داشت زیبایی است که تکیگاه سخن دیروز جناب مهندس فریبرز صحبا بود، ارج نهادن به هنر من جمله موسیقی است، تجلی لطافت و ظرافت در همه شؤون و جنبه های زندگی است، تجلیل از علم و علما است، اجتناب از نزاع و جدال است، پرهیز از عادات مضر است، عمران و آبادی بلاد است، پذیرش جایگاه والایی برای شادی و جشن است. درست نقطه مقابل شیوه و رویه شیعه که بنیاد کار بر روزه و تعزیه و نظائر اون نهادی شده است. افرح به سرور قلبک لتکون قابلا للقائی و مرآتا لجمالی. خدا عبوس نیست، خدا دوست داره که ما جلوگاه اوصاف الهی باشیم با فرح و سرور. اهمیت دادن به عبادت در حیات اجتماعی، مقام و منزلت مشغول از کار در مدینه در شهر، صلح عمومی، لسان بین المللی، روحیه خدمت، لطافت احساس، حتی رعایت حیوان که به تبع آن میتوان گفت احترام به طبیعت هم مستطل است، حرمت مالکیت، اهمیت تعلیم و تربیت، لزوم سازماندهی به جامعه به صورتی دموکراتیک که احکام مختلفه کلن به همین خطوط اصلی که مقداری از اونها مطرح شد مرتبط می شود. مثلا کرامت انسان، حیثیت و شرافت انسان، احکامی از قبیل عدم تقبیل ایادی، یعنی دست نبوسیدن آخوند و امثال اونها، عدم اعتراف به گناه در مقابل انسانی مثل خود، مثل کشیش، حکم تعلیم و تربیت، حتی حرمت داشتن جسد انسان برای اینکه در حقیقت محمل روح بود است. اینها گواه چیست؟ گواه این خط اساسی تمدنی، یعنی احترام به شخصیت و حسیت انسان. زن و مرد از ارث متساویان برخوردار می شوند، یعنی دختر و پسر از حق تعلیم و تربیت متساویان برخوردار می شوند که اینها همه جلوگاه اصل رعایت حقوق بشر است. لطافت و ظرافت در همه شؤون زندگی منعکس است. حکم حمام گرفتن مرتب، استعمال عطر و جواز استعمال ظروف نقره و طلا، تجدید اساس بیت هر 19 سال. این احکام رو اگر انفرادن نگاه کنیم و بر نگردونیم به اون خطوط تمدنی، شاید هم تعجب بکنیم چرا
میان این همه مطالب حضرت بهاءالله به این احکام توجه فرمودن. بعد شنیدم خب کسانی گفتن که طبعا انسان حمام میگیره، البته همه ما میدونیم که در قدیم حمام گرفتن کار آسانی نبود و رایج نبود، متداول نبود، ولی به هر حال امروز در همه جای دنیا دوش هست، عرض کنم که وسایل استحمام هست. چرا حضرت بهاءالله یه مطلب ببخشید پیش پا افتاده رو مطرح فرمودن؟ اگر از این منظر نگاه کنیم شاید به این نتیجه برسیم، هرچند که این نتیجه صحیح نیست، ولی اگر به اصل نگاه کنیم، اصل لطافت، اصل ظرافت، اصل این که از همه کس رایحه خوش متضوع بشود و قصه لازالی، گرامی داشتن هنر، گرامی داشتن زیبایی، گرامی داشتن موسیقی، جایگاه سرور، مثلا حرمت جزع و فزع، اهمیت ایام ها که برمیگرده به آیین زردشتی، بزرگداشت نوروز، اینها همه در حقیقت تجلی همین اصل جایگاه جشن و سرور در زندگی آدمی است. به همین ترتیب اگر مثال خدمتتون عرض بکنم، ملاحظه میکنید احکامی مثل حرمت حمل اسلحه، عدم اعتراض افراد به یکدیگر، همه برمیگردد به اصلی و اون نیست که جهان آینده جهان ستیز و پرخاشگری نیست. بنده به اصطلاح این گرفتن این خطوط و ارتباط دادن احکام کتاب مستطاع بغداد به این خطوط تمدنی رو به مطالعات شخصی شما عزیزان واگذار میکنم، اگر اجازه بفرمایید، چون وقت ما قلیل است، محدود است، ولی به نظر من واقعا شمایی از اون تمدن آینده رو در کتاب مستطاع بغداد میتوان دید. اما شما همه میدانید که کتاب اقدس متممی دارد. حضرت ولی عزیز امرالله 7 یا 8 لوح از الواح نازله بعد از کتاب اقدس رو مثل بشارات، ترازات، تجلیات، کلمات فردوسیه و نظایر اون رو دقیقاً و صریحاً به عنوان الواح متمم که هم شارح کتاب مستطاع بغداد است و هم در حقیقت اکمال میکند، اتمام میکند مطالب کتاب اقدس رو در توقیع منی قرن بعدی ذکر فرمودن. بنابراین تردیدی نداریم که نگاه کردن به این الواح مبارکه نهایت اهمیت را دارد. با فشردگی وقتمون بنده فکر کردم شما رو از این که به جزئیات مشغول بکنم معذور بدارم و اجازه بطلبم که فشرده و عمده مطالب مربوط به تمدن آینده رو که در 7 لوح نازل بعد از کتاب مستطاع بغداد هست خدمتتون عرض بکنم. پاره از این خطوط تکراری است که به نظر حقیر مؤکد بودن اینها و اهمیت اینها رو از منظر حضرت بهاءالله نشان میدهد. در لوح تجلیات اصولا بعضی از مسائل کلامی یعنی حکمت الهی امر مبارک مطرح می شود، مثل لزوم معرفت حق از طریق مظهر امرش، مثلا قبول اصل یفعل و مایشا، یعنی آنچه مظهر الهی بکند در حقیقت صحیح است و طبق اسمت ذاتی مظهر امر، ارج نهادن به علم و دانش و دانایی، مقام الوهیت مظاهر الهی، تمام این مطالب در لوح تجلیات فی الحقیقه زمین سازی است، زمین پردازی است
برای یک تمدن روحانی آینده. یعنی در حقیقت لوح تجلیات رو می شود منحصراً از دید کلامی نگاه نکنیم، بلکه اون روحانیتی که باید شالوده تمدن آینده باشد در این لوح مبارک ببینیم و در حقیقت بپذیریم که محور تمدن آینده روحانیت است، به وصفی که حضرت بهاءالله در لوح تجلیات فرمودند. در لوح اشراقات هر یک از اینها داستان مفصلی دارد، مخاطبش که بوده است، سال تقریبی یا تحقیقی نزولش چه بوده است، اینها رو وقت نداریم در اینجا با هم مطرح کنیم. فقط اجمالا عرض میکنم که مردی که بعداً ناقص شد از حضرت بهاءالله در مورد عصمت کبرا سؤالی کرده است. هیکل مبارک جواب او رو میدهند و در ضمن اون جواب سؤال چیست عصمت کبرا، در ضمن او اصول مملکت داری، نحوه مدیریت جهان آینده رو مطرح میکنند. از غرایب ظهور مبارک که شاید کمتر بهش توجه کردیم این از که در ظهورات گذشته مظهر الهی از خلق جدا می شد و در حدی که می دانیم یا بالای کوه می رفت الواح الهی رو، ده فرمان رو فی المثل با خود همراه می آورد، یا حضرت رسول اکرم معمولاً تب می کردن، رعشه پیدا می کردن، جدا می شدن از دیگران و هنگام نزول وحی بود. ولی مقام انسان، کرامت انسان، بزرگواری انسان که مورد تصدیق حضرت بهاءالله قرار گرفته، مقام انسان بزرگ است. حتی در لوح عهدی تکرار می فرمایند به درجه بوده که انسان در مقابل خدا قرار میگیره. یعنی اکثر الواح مبارکه در جواب سؤال افراد است. رساله نیست، کتاب جداگانه نیست، همه در گفتگوست با انسان. حضرت باب میتوانستن همه حروف حی رو از نوع طاهره یا از نوع حضرت قدوس برگزینند که به مشاهده خرام و مشی حضرت باب جناب قدوس مظهر الهی رو شناخت، طاهره از دور شناخت. میتونستن، اما اولین من آمن کسیست که حضور مبارک میرسه با حضرت باب، به قول شما امریکایی ها ارگیو میکنه. یعنی میگوید خب بله خیلی مهمان نوازی شما رو گرامی میدارم، خیلی مفتخرم به حضورتون، اما این علائمی که در احادیث هست آیا در شما هست یا نه؟ یعنی چه؟ یعنی انسان به درجه رسیده است در این ظهور که به او اجازه داده می شود که خدا رو مورد سؤال قرار بده، با خدا مکاتبه کنه. و اکثریت عظیم آثار مبارکه، اکثریت عظیم الوا، اکثریت عظیم مکاتیب چیست؟ در پاسخ سؤال افراد. یعنی انسان به این مرتبه از عظمت رسیده است که سؤال طرح می کنه و جواب می گیره. اما حضرت بهاءالله به سؤال مخاطب اکتفا نمی فرماید. او از عصمت کبرا سؤال می کنه، جوابش می فرماید با صراحت، ولی بلا فاصله وارد مباحثی از این قبیل می شوند. اهمیت تقوا و امانت در دنیای فردا، نگهداری حرمت دین از جانب اهل ثروت و اصحاب عزت و قدرت، اجرای صلح اکبر. جلیل خویی چی میفهمیده از صلح اکبر؟ اما جلیل خویی مانند بهانه است برای اینکه از بهاءالله با انسانیت صحبت کنه، از خلال شخص با انسانیت صحبت کنه.
تأکید بر دو اصل مشورت و شفقت که بنیاد دموکراسی است. خود این مبحث مشورت و شفقت، مشورت تنها نیست، مشورت و شفقت، مشورت و احترام برای شخصیت دیگری، مهربانی، رعایت دیگران، اتخاذ زبان و خط واحد بین المللی، لزوم معرفت دول بر احوال مأمورین خود و اعطای مناصب و مقامات بر اساس شایستگی، یعنی به اندازه و مقدار، وظایف بیت العدل اعظم و عصمت موهوبی به بیت العدل، احتراز از خشونت و فساد و نزاع، و بالاخره اولویت تربیت عمومی اطفال. ملاحظه کنید همه اینها در لوح اشراقات است، ظاهرا لوحی است در جواب جلیل خویی که عصمت کبرا چیست، ولی هیکل مبارک مدیریت جهان آینده رو فی الحقیقه در اینجا توصیف فرموده. در لوح ترازات اصول اخلاق اجتماعی عالم انسانی مطرح شده. چون اجرای امانت، حفظ و صیانت مقامات دیگران، ما اینها رو از کنارش خیلی آسون میگذاریم، ولی بنده میدونم در این جمع محققان بسیار ارجمندی هستند، دانشجویان بسیار پژوهنده‌ای هستند. اگر ملاحظه بکنند که اگر خطا نکنم چهارمین کنگره بین‌المللی، کنفرانس بین‌المللی راجع به کراپشن، فساد در تجارت، فساد در معاملات، فساد در سیستم‌های اداری تا حالا تشکیل شده، یعنی به عنوان یک مسئله جهانی مسئله فساد مطرحه. این است که حضرت بهاءالله شاید در این الواح نازله علاوه بر خرد، خیلی روش تأکید می‌فرمان، خرد و خردمندی و همچنین عدل و عدالت که می‌فرمان مقصود از داد و عدل ظهور اتحاد است. صفت دیگری که فوق العاده مورد تأکید هیکل مبارک است امانت، به طوری که وقتی وصف امانت رو می‌کنن پیداست که خلاقیت ذهن حضرت بهاءالله، خلاقیت ادبی ذهن حضرت بهاءالله به حرکت میاد. امانت رو تشبیه میکنن، استعارات به کار میبرن، کنایات به کار میبرن که این عدالت واقعا ارزش چقدر زیاده. این امانت ببخشید، و این امانت باید عرض کردم قرنی بگذرد که ببینید یکی از مسائل اساسی عالم، بنده وارد تجلیش در این مجلس نمیشوم، مسئله کراپشن است. یعنی شما بخشی از حیات بشری رو نمیتونید ببینید که درش کراپشن نباشه. و خوشبختانه چون ایران الان از پیشتازترین جوامع بشری است در معیار دو چیز، یکی دموکراسی و یکی کراپشن، جزء پیشرفته ترین کشور هاست. یعنی هم در دموکراسی، ضوابط دموکراسی از 167 کشور، الان بنده اون صورت رو ندارم، ایندکس آف دموکراسی، ایران 142 است. خب خیلی خیلی از نظر دموکراسی بالاست. و بعد از نظر کراپشن جزء ممالکی است که طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد در دل دوست. من نمیدونم این دوست کیه، ولی در دل دوست به هر لابد آیت الله است، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. ملاحظه کنید حضرت بهاءالله اون زمان در لوح ترازات اصول اخلاق اجتماعی رو بیان فرمودن و در رأسش مسئله امانت رو میفرمان، حفظ و صیانت مقامات دیگران میفرمان. اجر هر گروهی، هر طبقه ای رو باید دونست و اجرشون رو دانست، من جمله اجر هنرمندان، معاشرت دوستانه با همه اهل ادیان، در این باب دوباره برخواهیم گشت، معرفت انسان به نفس خود،
این حکایتی است. ای کاش فرصت بود بهتون عرض میکردم که شما اولین احساستون اینه که برگشت است به حدیث معروف، این که هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخت. اما این معرفت انسان به نفس خود از منظر حضرت بهاءالله به درون نگری و عرفانیات مختوم نمیشه، بلکه میفرماین این معرفت نفس برای آگاهی به اسباب عزت و رفعت و ثروت است، یعنی حصول آمادگی بیشتر برای خدمت جامعه بشر. یعنی جوانای عزیز ما خیلی موارد میان با سالخوردگانی مثل بنده مشورت میکنن که خب ما چه رشته‌ای بخونیم. بعضیشون میگویند که میخوایم یه رشته‌ای باشه که درآمد کافی داشته باشه، اما واقعا خیلی از خانواده ها فرزندانشون میاین میگوین یه رشته‌ای میخوام که بتونم بیشتر ضمناً خدمت به عام بکنم. و شما در مقام مقایسه مثلا در رشته های مدیکال و پارامدیکال، در رشته های پزشکی و وابسته پزشکی چی رو توصیه میکنید؟ یعنی دنبال معرفت نفس میگردن، یعنی اینکه چه چیزی سبب عزت و رفعت و ثروت و چطور انسان میتونه با شناسایی خودش. حالا کسانی هستن که از اول حس میکنن که اهل کسب ثروت نیستن، اما میتونن برای اعتلاء و عزت جامعه تلاش بکنن. میفرماین رعایت عدل و انصاف، آراستن خود به تراز علم و دانایی. شاید در قرآن و در روایات اسلامی دو یا سه عبارت در ستایش علم باشه، ولی در تمام این الواح نازله بعد از کتاب مستطاب اقدس باز به اهمیت علم و دانایی و کاربرد عقل انسانی مقام اول رو قائل. نمیدونم این بسته، ببخشید، فتح باب برای چه تمدنی که تازه اختراعات و اکتشافات گذشته در مقابل اون چه که نتیجه تشویق حضرت بهاءالله است به علم و خرد و دانایی ناچیز خواهد بود. همونطور که حضرت ولی عزیز امرالله در توقیع منی 1936 پیشبینی فرمودن. مسئله دیگر اهمیت اقتباس علوم و فنون از مغرب زمینه. مسئله دیگر رعایت بی‌غرضی در کار مطبوعات. عرض کردم که ما اینقدر لابد زندگی همون فشرده است که از زیارت نصوص مبارکه خیلی سریع میگذاریم. وقتی حضرت بهاءالله میفرمایند این مطبوعات، این جریده، این روزنامه اختراع عجیبی است، مرآت جهان است، میفرمان هم می نماید و هم می شنواند. میتونه این غیر از رادیو و تلویزیون باشه، هم می نماید و هم می شنواند. میدونید در خیلی از زبان ها، لااقل در زبان فرانسه که من مختصری بهش آشنایی دارم، وقتی میگن پرس به معنی فقط چیز چاپی نیست، مطبوعات چاپی نیست، شامل در حقیقت مدیا هم می شود، شامل رادیو و تلویزیون هم می نماید. و بعد مشخصات چی می فرمون؟ که باید بی‌غرض باشن، باید کوشش بکنن برای کشف حقیقت، و بعد هم از اغراض نفسانی، از هوای نفسانی آزاد باشن. کار رؤسای مطبوعات و مسئولان مطبوعات. بنده با اجازه شما دو سه کلمه دیگر عرض میکنم و پنج دقیقه بعد ظاهراً یک موسیقی برای تجدید قوای شما چند دقیقه نواخته خواهد شد که بنده هم یه تجدید نفسی بکنم، یه لیوان آب به جای شما صرف بکنم و انشالله دنباله مطلب رو بگیرم.
تا اینجا فکر میکنم که اجمالاً در مورد سلو تجلیات، اشراقات و ترازات عرض کردم که چطور خطوط تمدن آینده در این الواح مبارکه متجلی است و انشاءالله شما با مطالعات شخصی خودتون این گفته نارسا رو تکمیل می‌فرمایید. سخن بعدی ما در مورد کلمات فردوسی است. خیلی متشکرم از این موسیقی بسیار دلپذیر که همه ما رو به فضای قدس الهی پرواز. در کلمات مکنونه، در کلمات فردوسیه، حضرت بهاءالله صریحا اعلام می‌فرمایند که عالم یک وطن محسوب است، باید به اجرای داد یعنی عدل که مقصود از آن اتحاد است پرداخت. اهمیت یگانگی ملل و خیرخواهی عموم نوع بشر رو یادآور می شوند. اعتدال در همه امور من جمله آزادی و تمدن رو متذکر می شوند. تمدن غرب رو از جهت ساخت آلات جهنمی و زیان رساندن به حیات و عالم هستی مورد انتقاد قرار می دهند. لزوم مثمر ثمر بودن انسان و خروج از انزوا و ریاضات رو برای پرداختن به امور عام المنفعه متذکر می شود. اولویت عقل و عدل رو تأکید می فرمایند. تعلیم مدارس رو با تربیت روحانی می فرمایند باید آغاز کرد، بدون تحریک تعصب جاهلی. ملاحظه بفرمایید که چگونه خطوط مختلف تمدن آینده و جامعه آینده در این بیانات مبارکه یادآور شده است. بشارات لوح غریبی است، لوح غریبی است از این بابت که حضرت بهاءالله به عنوان مظهر کلی الهی در اواخر حیاتش وقتی میخواهند به عالم بشری بگویند که من چه آوردم، چه بشارتی برای شما دارم، چه چیزی رو انتخاب میفرمان. نحوه انتخاب جمال مبارک در این لوح از میون همه بشارات خودش حاوی معانی بسیار لطیف که انشاءالله اوقات فراغت شما رو در تفکر به خودش مشغول خواهد داشت. حسب با الله بشارت می دهند که بسیاری از احکام و رسوم گذشته رو نسخ فرمودن. مثلا الغاء حکم جهاد، یعنی حکم جهاد بوده است، اگر خطا نکنم 80 بار در قرآن مجید حکم جهاد تأکید شده است. رفع نجاست از اهل ادیان سایره. در اواخر ایام جمال اقدس ابها زردشتیان و کلیمیان یا یهودیان به امر مبارک اقبال کرد. نویسندگان یهودی می نویسند که این کسانی که رفتن به طرف دیانت بهایی، اینها معمولا اطلاعاتشون خیلی کم بوده و وفادار به قومیت خودشون، تو گویی که یهود یه نژاد مجزاست، وفاداریشون به قومیت خودشون کم بوده. دکتر لاوی در کتاب تاریخ یهود در ایران. و همه تعجب میکنن در حالی که از یهودی بودن به بهایی شدن رفتن مشکلات فرد رو اضافه می کرد.
خطرات هجوم و قتل و نهب و آزار رو بیشتر می‌کرد. ولی ارقام از طرف ایرانشناسان زمان حکایت می‌کنه که در بسیاری از نقاط، نه فقط همدان و کاشان، در خیلی از جاهایی که شاید اسمش هم الان در ذهن شما نباشه، اکثریت یهود بهایی میشه. اکثریت، حتی در یه شهری هست که تمام یهود بهایی میشن. حالا چه سری بوده؟ در حالی که میدونستن، حالا بعضی از یهودیان شنیدم که میگوین بهایی ها پول میدادن به اینکه یهودی ها تغییر مذهب بدن، که به نظر بنده، خود اون نویسنده هم باور ندارد که بهائیان در شرایطی که بودن امکانات مالی داشتن که بتونن خرج اینجور چیزها بکنن. به هر حال جامعه یهود در ایران اکثریتش در قد به طرف امر مبارک گرایید. چرا؟ در درجه اول به خاطر مشاهده رفتار بهایان که به افراد غیر بین گیمه احترام میگذاشت، چایی پذیرایی میکردن و غذای خودشونو با اونها تقسیم و تسهیم میکردن. چنین چیزی در رفتار اکثریت شیعی فلحقه قابل مشاهده نبود. رفع نجاست از اهل ادیان سایره، جواز تعلیم السنه مختلفه، خدا میداند که علما چه بر سر ایران ما در گذشته و امروز آورده. حتی خوندن زبان کفار، زبان خارجی ها، در حقیقت بیوفایی به حقیقت دین اسلام بوده است. جلوی داروفنون رو گرفتن، در مورد برق گفتن که این عمل شیطانه. اولین بار که برق رو خواستن در ایران بگذارن، گفتن که عمل شیطان، ازش پرهیز کنه. و واقعا امروز که با محققان با چشم تازه دارن به تاریخ قاجاریه نگاه میکنن، ملاحظه میکنن که چطور موانع این جامعه معممین در برابر پیشرفت و تجدد ایران گذاشته. رعایت صدق و امانت در ارتباط با دولت، تعجب خواهید کرد چرا حضرت بهاءالله اینو فرمودن. برای اینکه تمام دوران تاریخ تشیع جز دوره صفویه، که خود صفویه قدرت رو از علما به دست گرفتن، تمام مقرون بوده است به ستیز علمای دین با اهل حکومت، که حکومت مال ماست، برای که ما نماینده امام دوازدهم، امام غایب است. و این افسانه امام دوازدهم، امام غایب، بنده در حاشیه عرض میکنم که تعجبه که انسان چقدر در تاریخ خودش اسیر افسانه ها بود، اسیر اسطوره ها بود، اسیر نجات پرستی بود، اسیر سایر افسانه ها. حالا هم مثلا نئولیبرالیسم اقتصادی افسانه جدید است که دنیا داره خودش بیچاره میکنه به خاطر آزادی بی بندوبار اقتصادی، آزادی که هیچ چیزی جز یک قانون نمیشناسه، نفع اکثر در کوتاه‌ترین مدت. نئولیبرالیسم اقتصادی که علمدارش هم خیلی از شهر ما دور نیست. به هر حال غرض بنده این است که این افسانه امام دوازدهم، امام غایب، که معلوم نیست حضرت چگونه با بیماری و شرایطی که درش بودند توانستن صاحب فرزندی بشوند. حتی نقل این که امام یازدهم با نگاه همسر خودشون رو بارور کرده، ولی این نگاه از اون نگاه های خیلی مقرون به تقوا نبود.
در همین بشارات هیکل مبارک می‌فرمایند آزادی در البسه و ترتیب لحیه و مثلا سر صورت به بشر داده شده. چقدر الان مسئله حجاب در مغرب زمین مشکله، بیچاره دولت ها اسیرن، نمیدونن چیکار کنن. از یه طرف میگوین ما به آداب ملل مختلف احترام میگذاریم، از یه طرف دیگر میدونن که این حجاب اسلامی فلحقه دهنکجی به اصول آزادی و حقوق بشر در تمدن غربه. چه کار بکنن با این؟ هیکل مبارک میفرمان اگر در حد اعتدال باشه، سبب تمسخر نشه آزادی در البسه و ترتیب لاحظ، لزوماً محاسن محاسن نیست، بنابراین خواستن ریش نگذارن اشکالی ند، عدم اعتراف گناه در برابر کشیش و امثال اینها، حرمت گدایی و دریوزگی. ممکن است باز در ذهن شما بیاد خب این بشارت خب مسلماً دریوزگی چیز خوبی نیست، ولی اگر شما ارقام رو ملاحظه فرمده باشید که چند میلیون نفر در دنیا مفتخوری میکنن، یعنی به عنوان کشیش، به عنوان در مثلا کلیساهای مختلف، به عنوان کسی که حق بر خمس و زکات داره کار نمیکنن، ولی انتظار دارن دیگران کار کنند و زندگی اونها رو بگردونن. یعنی قضیه خیلی بیش از این است که محدود در کسانی باشه که در خیابان به عنوان دریوزه و گدا شما ملاحظه می‌فرمایید. گرامی داشت علوم و فنون، برای اینکه عرض کردم که علوم و فنون در بعضی از افکار و بعضی از مشارب به عنوان چیز نامطلوب هست، برای اینکه از مغرب زمین آمده و این رو به خصوص ما در ایران شاهد بودیم. بعد شخصا هم کلاس جلال آل احمد بودم و هیچ فراموش نمی کنم که ایشون با علاقه تمام در یه جلسه ای در وزارت آموزش پرورش ما راجع به آینده تعلیم تربیت ایران مشورت داشتیم، چون برای اولین بار اون رساله معروف غرب زدگی رو آورد و مطرح کرد و بنده هم کوتاهی نکردم، خدمتشون گفتم که میفرمایید اتومبیل رو بگذاریم و سوار اولاغ و استر بشیم و چه میخواهید بگویید؟ علم و صنعت غرب رو که خود جامعه اسلامی در ساختنش نقش مهمی داشته، برای اینکه در حقیقت تمدن غرب بعد از رنسانس بسیار چیزها رو از تمدن اسلامی گرفته، آیا می فرمایید اینا رو همه رو ما نفی بکنیم؟ بقیه داستان عرض نمی کنم، ولی به هر حال ایشون یکی از بت‌های فعلی جامعه ایران هستن. علاوه بر این بشارات که نسخ گذشته است، فسخ گذشته است، حضرت بهاءالله در همین لوح بشارات مقداری بشارت‌های نو می‌دهند، از جمله تأسیس بیت العدل، از جمله برقراری صلح اکبر، از جمله استقرار دموکراسی پارلمانی، از جمله تبدیل سلاح به اصلاح، از جمله رفع فساد و جدال از بین عباد. یعنی در حقیقت شما اگر می‌خواهید بدونید وزنه بشارات از دیدگاه حضرت بهاءالله در پایان حیات عنصریشون چی بوده، یکی این که بسیاری از اون عوامل کندی پیشرفت یا مانع پیشرفت گذشته رو که در ادیان بوده مطرود کردن و با تأسیس بیت العدل، با تأسیس دموکراسی پارلمانی، با برقراری صلح اکبر و رفع نزاع و رفع ستیزه پایه‌های یک مدنیت جدید رو گذاشتن. در لوح دنیا مسئولیت بیت العدل رو در برقراری صلح و خلع صلاح عمومی، اتخاذ خط
و زبان بین المللی، اقدام در الفت و اتحاد مردم کمک به تربیت اطفال روشن میکنند. البته هیچ یک از ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که در آینده ساحت رفیع چگونه مشارکت خواهد کرد، ولی آنچه مسلم است این است که سالهاست وعده صلح جهانی که یکی از عالی ترین اسنادی که تاکنون در زمینه صلح، علل جنگ، علل ستیز و راه‌های صلح‌جویی منتشر شده، همین بدون تعارف وعده صلح جهانی بوده است. شاید در آینده نقش‌های دیگری در این زمینه ساحت رفیع ایفا بکنند. وظایف اصحاب مطبوعات باز در لوح دنیا آمده و اگر شما واقعا در تشکل افکار عمومی مطالعه بکنید، نقش مطبوعات اوله، به خصوص در این سرزمینی که ما درش هستیم. شاید کمتر در کانادا، ولی در آمریکا شدیداً مردم اسیر مطبوعات هستند. یعنی هر چه مطبوعات میگوین باور دارن و قبول میکنن، فرصت هم ندارن برای تحقیق و دیدن اون سوی سکه. اهمیت نظام پارلمانی و سلطنتی، توجه کامل به امر زراعت، تأکید در حب عالم و از خودبینی بیرون آمدن در لوح دنیا آمده. لوح دنیا رو از یه منظر دیگر شما مطالعه کنید، بنده اخیراً کردم، شاید هم در یه جایی نشر بشود، و اون محبتشون به ایران، عشقشون به ایران عجیب و غریبه. یعنی از اول این لوح به هر بهانه‌ای حضرت بهاءالله محبتشون، عنایتشون به ایران و آینده ایران مشخص می‌فرمایند. و شما می‌دانید که الان یکی از قربانیان عمده انقلاب اسلامی ایران طبقات متوسطن، و امید این بود که طبقه دهقان یا لااقل لایه بالاتر طبقه دهقان به طبقات متوسط بپیوندد، و همه جای دنیا تاریخ نشون داده که طبقات متوسط زیر بنای عمده‌ای برای دموکراسی و رشد اقتصادی هستند. متاسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاد، به طوری که امروز برای غذای روزانه ایران نیازمند واردات، برای غذای روزانه اکثریت چیزها نیازمند واردات. لوح مقصود که آخرین لوحی است از این الواح که خدمتتون عرض می‌کنم، پیداست این میز مقصود که اهل سوریه بوده، شاعر بوده، ارادت داشته و خیلی از احوال او رو ما کم خبر داریم، خیلی مورد عنایت بود. برای اینکه همه اون مطالبی رو که در شش لوح گذشته خدمتتون خلاصه کردم در زمینه تصویر مدنیت آینده، حضرت بهاءالله در لوح مقصود خلاصه میکنن به زبان تازه. میفرمایند کل برای اتحاد و اتفاق خلق شدن، همه را باید به چشم یگانگی دید، نه به دیدگاه بیگانه. حکومت عالم را باید بر پایه عدل و عقل نهاد. مجمعی بزرگ برای عقد صلح، صلح پایدار و امنیت تضامنی برقرار کرد. زبان و خط بین المللی برگزید. عالم را یک وطن محسوب داشت و من علی الارض را اهلان. حضرت بهاءالله، ای کاش مخبرین جراید اینجا بودن و ازشون تقاضا میکردن که بروند و در کتب و در آثار گذشته بگردن آیا احدی، حتی یک نفر در تمام طول تاریخ، این اندیشه این که دنیا یه واحد کل و یک دست، چنین مفهومی رو در جای دیگر کسی گفته است یا نه؟ البته خواهید گفت که بنی آدم اعضای یک دیگرند و نظائر اونها، اما همه میدونن که اینها مفاهیم
عرفانی و تا حدی اخلاقی داشت، در حالی که حضرت بهاءالله قویاً متوجه این است که تمام دنیا یه واحد سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی است. تفاوت اینه، یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر حضرت بهاءالله صریحاً می‌فرمان این یه وجب خاک یک وطن بیشتر است. این مرزها همش مصنوعی است، این مرزها بر اثر حوادث تاریخی به وجود آمده. بنده گاهی عرض میکنم که عقل عقلایی که در فلسفه ما میشناسیم، معمولا فلاسفه جز عقلا خردمندان شناخته شدن، جناب کانت بوده و همه رجوع میدن به رساله صلح کانت. رساله صلح کانت چیه؟ این است که کشورهای قوی اروپایی با هم یه اتحاد برقرار کنند. اصلا در ذهن کانت، یعنی اعظم عقلای زمان، این نبوده است که پس تکلیف سایر کانتیننت ها، قاره ها چی میشه. اصلا قاره ها مطرح نبوده، قاره ها غالبا مکشوف نبوده. بنابراین همه به عنوان یکی از محصولات بزرگ اندیشه کانت رساله صلح پایدارش و صلح ابدیش رو توصیه میکنن. اما صلح ابدی او یعنی صلح اروپایی، اونم بخشی از اروپا. ولی حضرت بهاءالله میفرمایند عالم به مثابه وطن واحد و من علی الارض اهل آن، که امروز ما اگر بخوایم به زبان فارسی امروزی سخن گوییم، میگوییم همه اهل عالم شهروندان سیتیزن اون به اصطلاح واحد هستن. راجع به حریت و تمدن و اهمیت اعتدال درش صحبت میکنن. آزادی رو شاید یکی از کانسپت های سیاسی، یکی از مفاهیم سیاسی که حضرت بهاءالله بیش از همه در کتاب مستطاب اقدس بهش پرداختن، به طوری که از نظر تعداد آیات بیشتر از اکثر مزامین و مفاهیم کتاب اقدس، آزادی است. حالا شما ملاحظه کنید مصادیق آزادی، در آزادی بیبندوبار اقتصادی، آزادی بیبندوبار اجتماعی، آزادی بیبندوبار فرهنگی و نظاهری ها امروزه منعکسه. بنابراین بی جهت نیست که حضرت بهاءالله می فرمان آزادی بله، ولی به شرط اعتدال، که در هر زمینه البته مستلزم غور و تحقیق خاص است. زمینه تمدن همینطور، تمدن باید با اعتدال توأم باشه. حضرت بهاءالله چند روز پیش می دیدم یکی از نویسندگان بسیار معروف معاصر ترجمه کرده است تولرانس رو، تولرنس رواداری. بد نیست، بد نیست، بی سلیقه نیست. حضرت بهاءالله چی می فرمان در مقابل تولرنس؟ میفرمایند بردباری. چقدر قشنگ. در همین لوح راجب نیکوکاری و پرهیزگاری توصیه میفرمایند. حضرت بهاءالله باز در یه زمینه دیگر واقعا نوآور بین گیمه هستند، و اون نقشی که کمیونیکیشن در عالم فردا ایفا میکنه. در زمان حضرت بهاءالله تک تک روزنامه هایی در عالم بود، تک تک. در ایران خودمون برمیگرده به وقایع اتفاقی، یه روزنامه هم البته قبل از او بود و خیلی پدیده تازه است. در مغرب زمین هم همون زمان حضرت بهاءالله نقش مطبوعات رو، نقش کمیونیکیشن رو متوجه میشه. هر کمیونیکیشن بر اساس چیه؟ کلامه. شرایط کلام رو که باید با اعتدال باشه، با مدارا باشه، احترام طرف رو داشته باشه، با حقیقت جویی باشه، در این لوح مقصود بیان فرمود. فوق العاده است. یعنی شما تجسم بفرمایید که در زمان حضرت بهاءالله، مثلا در حدود 1800، لوح مقصود الان یادم نیست، اواخر ایام هیکل مبارک بوده، ولی فرض کنیم 5-6 سال قبل، در اون زمان 1800 و حوالی 1890
اینقدر به اهمیت کلام اهمیت میدن، اهمیت. و اینجا بنده حاشیه میروند، چون بعضی از مادران یا مادر بزرگهای عزیز در مجمع هستند. حضرت عبدالبها مؤکدن میفرمایند که کلام کامل و درست رو باید به اطفال آموخت و ما تقلید از اطفال نکنیم، چون خیلی از پدر مادرها به زبان کودکانه صحبت میکنن، در حالی که باید به زبانی که در حقیقت مفاهیم غنی رو در ذهن بچه ها بگذاره. چرا باید مناجات ها، غزلیات جمال مبارک که ممکنه معناش به معنی دقیق کلمه در ذهن بچه نباشه، اما لازمه. کانسپت هایی هست که یواش یواش ذهن بچه رو برمی انگیزه، تشهیز میکنه با زال، یعنی برمی انگیزه، تقویت میکنه. این بیان باید با حکمت باشه، با اعتدال، و بالاخره سخن رو در این مورد به یک عبارت حضرت بهاءالله به زبان خودم ولی تقریبا منطبق با بیان مبارک پایان میدهم که میفرمایند همت انسان باید بزرگ باشد. میفرمان انسان بزرگ است، همتش هم باید بزرگ باشد در اصلاح عالم و آسایش امم. یقین داشته باشید که در اون نظام آینده، در اون حکومت جهانی آینده، این عبارت حضرت بهاءالله به زبانهای مختلف نوشته خواهد شد. انسان بزرگ است، همتش هم باید بزرگ باشد در اصلاح عالم و آسایش امم. چه حکایت است، چه حکایت است، چه حکایت است. در خاتمه عرایزم اجازه می طلبم که به موضوع طبیعت دوگانه انسان برگردم که موضوع اصلی این کنفرانس است، هرچند که حق مطلب رو جناب دانبار دیشب ادا فرمودند. و برای دوستانی که احیانا دیشب نبودند، مطالعه کتابی که ایشون اخیراً نوشتند و در اینجا هست به زبان انگلیسی قویاً توصیه می شود. بعد این عنوانش رو یادداشت کردم: Forces of Our Time، نیروهای زمان ما، The Dynamics of Light and Darkness. در حقیقت یادآور از یه جهت آیین مقدس زردشتی است که از قوای روشنایی و ظلمت سخن میگوید. هرچند که ایشون این مطلب رو واقعا حقش رو ادا کردن، تصدیق این که در آثار مبارکه طبیعت دوگانه انسان تأکید شده، تصدیق شده. اما آیین مسیح خصوصا بر جنبه گناهکاری انسان تأکید میکند. اگر شما با مسیحیان رفت آمد داشته باشید، با عقایدشون، دوگماشون، یعنی اصول جزمیهشون آشنا باشید، ببینید لااقل در مورد کلیسای کاتولیک که بنده میشناسم و تا حدی کلیسای ارتودکس، تمام بنیاد بر قضیه گناهکاری انسانه. گناهکاری انسان که حضرت مسیح با خون خودش خواست بشوید، و فقط با پذیرفتن حضرت مسیح انسان از این بار گناهکاری بیرون میاد. و از نتایج این البته خیلی چیزا هست در تاریخ که حق است در یک مجلس دیگری دربارش بحث بشه. آیین محمدی، حضرت رسول اکرم، آیین اسلام سنویت طبیعت انسان رو که از فرشته، سرشته و از حیوان میپذیرد، ولی در این حال آثار متفکران حکایت می کند که به عقیده علما تمایل به شر در بشر قوی تر است. آیین بهایی دیانتی است که در عین تصدیق طبیعت دوگانه آدمی، شر را نسبی می داند و به یک عامل مطلق، یعنی شیطان یا اهریمن
منسوب نمی دارد. یعنی به زبان ساده تر شرع اصالت ندارد و غلبه بر شر رو به مدد ایمان توأم با عمل ممکن می داند و معتقد به تکامل لا نهایه جنبه روحانی انسان است. یعنی انسان پیوسته می تواند در پرورش جنبه های انسانی و روحانی خودش موفقتر و موفقتر باشد. در توقیع شکوفندگی تمدن جهانی حضرت ولی عزیز امرالله نشان می دهند که این تمدن حضرت بهاءالله عالی ترین شکل سازمان رو در جامعه برقرار میکنه، ولی تلطیف اخلاقیات انسان، تعلیه روحانیت انسان یک جریان ابدی است. جریان رو حالا امروزی ها میگوین فرایند همیشگی است، حالا با یک کلمه لغت های مدرن رو هم به کار ببریم. امر حضرت بهاءالله مثل دیانت زردشت. امروز یکی از نکات اصلی که نزد علما مطرحه این است که حضرت زردشت اولین پیامبر شناخته ای هستند که مدخلیت اراده انسان رو نه فقط در سرنوشت فرد بلکه در سرنوشت جمع معین فرموده. یعنی اگر انسان نیک بکند به قوای اهورامزدایی و به قوای روشنایی و نور کمک کرده است و دنیا رو بالمعال از اهریمن و از تاریکی و ظلمت رهانده است. در این حال آیین حضرت زردوش مثل آیین حضرت بهاءالله که به اعتقاد من دنبالگیر فلسفه زردوشت است، آیینی است که خوشبین است، به پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن امیدوار است، مطمئن است و بنابراین جایی برای احساس عدم مسئولیت و جبر مذهبی یعنی فیتالیسم و بدبینی نمیگذارد. در حقیقت محصل این کلام این است که انسان میتواند طرح مدنیت آینده جهان رو که حضرت بهاءالله ارائه فرمودند به مدد اراده خودش، اعتقاد خودش، اطمینان خودش در عالم به موقع اجرا بگذارد و به میزانی که کوشش برای اجرای نقشه بیشتر شود اون مژده استقرار ملکوت الهی بر این زمین زودتر تحقق پیدا خواهد کرد. مدینه آینده مثل توصیفی که در مکاشفات یوحنا شده از آسمون به زمین نمیاد، حتی عروسی نیست که به آسانی به حجله شوهر در بیاد، باید دنبالش رفت و باید تلاش کرد، باید کوشید تا در حقیقت این مژده پیروزی روشنایی بر تاریکی قوای به اصطلاح جناب دانبار قوای روشنایی بر قوای تاریکی زودتر تحقق پذیرد. در خاتمه از لطف و محبت شما که نزدیک به یک ساعت و سه ربع رو به عرایض نارسای بنده اختصاص دادی تشکر میکنم. در مورد جناب رئیس جلسه زبان من الکن است. واقعا یکی از افتخارات همه ما وجود دو شخصیت استثنایی است، حسین امانت و فریبرز صحبا، و فی الحقیقه
اون چی که ایشون از زیبایی آفریدن، از هنر آفریدن، کارهایی که ایشون کردن، کارهایی که حسین امانت کردن، ثبت تاریخ هست و نه فقط ثبت تاریخ امروزه، یعنی ولی در حقیقت روزنه‌ای به سوی مدنیت آینده حضرت بهاءالله که مدنیت جمال باشه، مدنیت غلبه زیبایی و هنر و احساس لطیف باشه بر روی ما گشودن. ایشون اون چی که فرمودن از باب کهتر پروری ذره نوازی بود و بیش از اون رو باور ندارید. خیلی متشکرم.